به نام خدا. سلام، به اپیزود 20 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخواییم ببینیم یوگا چه کمکی میتونه به ما در خودشناسی بکنه. یوگا تنها یک ورزش نیست، بلکه یک نظام فلسفیه و یکی از مهمترین نظامهای فلسفی هنده. در ایران نسبت به یوگا افراط و تفریطی وجود داره که در این برنامه سعی میکنیم که یک نگاه واقع بینانه به این نظام فلسفی مهم هند داشته باشیم. نظام های فلسفی هند به دو دسته تقسیم میشن: آستیکا و ناستیکا. ناستیکا اونهایی هستن که وداهای آسمانی مهمترین نوشته هند رو کتاب آسمانی نمیدونن و قبولش ندارن، مثل بودا و جین. و آستیکاها وداها رو به عنوان یک کتاب آسمانی قبول دارن و از اون تبعیت میکنن. در این دسته 6 مکتب مهم وجود داره که با مرور زمان اینها با همدیگه جفت شدن و به 3 جفت تبدیل شدن و ما در این برنامه میخواییم از جفت یوگا سانکهیه صحبت بکنیم که به نظر من مهمترین نظام فکری هند هستش. سانکهیه قدیمی ترین نظام فلسفی هنده، از بودا هم قدیمی تره و روی ادبیات هند بسیار تاثیرگذار بوده و معتقد به 2 واقعیت غایی ماده و نفسه. اکثریت حکیم کاپیلا رو مؤسس این مکتب میدونن. در مکتب سانکهیه نفس یک اصل شعورمند متافیزیکیه که فاعل معرفت، نه موضوع اون. یعنی شعور و آگاهی صفتش نیست، بلکه ذاتشه و از همه محدودیت‌های ذهن و بدن فارغه. یوگا رو بیشتر به پتنجلی نسبت میدن. البته بعضی هم معتقدن که پتنجلی این مطالب رو جمع آوری کرده و این دانش نزد مرتضان قبل از پتنجلی هم بوده و به صورت راز بوده. اسم یوگا رو هم از منظومه‌ای که پتنجلی نوشته به اسم یوگا سوترا برداشتن. پتنجلی در مورد تعریف یوگا میگه که یوگا حذف مراتب نفسانی، عقلانی و جسمانیه. به زبون ساده یعنی بریدن از کل دنیا. یوگا در واقع راهیه برای پرورش نیروهای فراطبیعی انسان. در یوگا اون حرکات خاص انجام میشه تا فرد بفهمه که نفس چیزی جدا از ماده و دنیای مادی هستش و هدف فرد در یوگا با انجام اون حرکات رسیدن و تجربه کردن نفس واقعیه. در یوگا سانکهیه یک قانون بسیار مهم به اسم کارما وجود داره. این قانون میگه که تأثیر کارهای افراد بهشون بر میگرده، حتی اگر اونها در این دنیا هم این رو تجربه نکنن، بعد از مرگ روحشون در کالبد دیگری میره و به دنیا بر میگرده تا این تأثیر عمل یا کارما بهشون برگرده. و موقعی که تسویه حساب شد، یعنی تمام تأثیراتی که از اعمالشون باید بهشون برمیگشت برگشت، روحشون آزاد میشه و از چرخه بازپیدایی و برگشتن به این جهان فارغ میشه و خدا رو در این مکتب اینجوری قبول دارن. میگن خدا روح بی‌عیب و نقصیه که علم تام به همه چیز داره و قدرت بیکرانی داره. حالا در اینجا میخواییم تفاوت‌های جالبی که بین این مکتب و مکتب اسلام وجود داره رو بیان کنیم و ببینیم که خودی که در این نظام فکری تعریف میشه با اون خودی که در مکتب اسلام تعریف میشه چه تفاوت‌هایی داره. فلاسفه اسلامی میگن که نفس با بدن در ارتباطه و از همدیگه تأثیر میپذیرن. یعنی نفس یه موقعهایی ممکنه در اثر خستگی بدن خستگی رو احساس بکنه، ولی در مکتب یوگا سانکهیه نفس رو ثابت میدونن و ارتباطی با بدن براش قائل نیستن. در مکتب یوگا سانکهیه هدف اینه که فرد هویت واقعی و فرامادیش رو پیدا بکنه، ولی در مکتب اسلام علاوه بر این فرد باید در تمام زمینه‌هایی که استعداد داره شکوفا بشه و اون ریاضت و سختی‌هایی که در این راه ها وجود داره کاملا با همدیگه متفاوته. بنابراین مکتب اسلام علاوه بر واقعیت فرامادی، واقعیت مادی هم براش اهمیت داره و برای اون برنامه داره. اما شباهت هایی هم بین این دو مکتب وجود داره. اولین شباهت همونطور که گفتیم
واقعیت فرامادی انسانه که هر دو مکتب به این موضوع قائل هستند و هر دو مکتب معتقد به خودسازی هستند، یعنی در راه خودشناسی باید یک مقداری سختی بکشیم. البته نوع این سختی ها در دو مکتب متفاوته، ولی در هر دو این موضوع اشاره و تأکید میشه. و اما اصولی که یوگا سانگهیه برای رستگاری انسان معرفی میکنه: 1. خیشتنداری، یعنی کنترل امیال و صدمه نزدن به خود و دیگران. 2. پرورش، پاکسازی درونی و بیرونی و مطالعه منظم متون مقدس. 3. پرورش اندام برای رهایی از بیماری های جسمی. 4. کنترل کامل نفس. 5. بازگرفتن حواس از امور مختلف که مزاحم ذهن نشن. 6. تمرکز بر شیء خاص. 7. مراقبه. 8. تمرکز به صورتی که فرقی بین فرد و شیء احساس نشه. به طور کلی دوستان، هدف یوگا مهار مطلق ذهن و بدنه، برای اینکه ما به اون اصل وجودمون که نفس هست پی ببریم. حالا شاید این سوال براتون پیش بیاد که نظام و مکتب و مذهب ما با یوگا متفاوته، ما میتونیم از یوگا استفاده بکنیم یا نه؟ من در جواب این سوال میگم که اگر میخواید استفاده بکنید، مکاتب فکری خودتون رو در نظر بگیرید و در اون محدوده‌ای که یوگا رو میپذیرید و شباهت‌هایی بین مذهب شما و یا نظام فکری شما با یوگا وجود داره، اون قسمت‌هایی که با هم دیگه مشکلی ندارید اونجا رو میتونید استفاده کنید. مثلا شما میتونید از حرکات ورزشی یوگا و مراقبه که فوایدشون در علم ثابت شده استفاده بکنید و نیازی نیستش که نظام فکری یوگا سانگهیه رو به صورت کامل بپذیرید. اینجا همون نقطه مقابل سوء استفاده هاییه که بعضی از مکاتب فکری دارن از یوگا انجام میدن و بعضی افراد که اطلاعات کاملی ندارن فریب میخورن و توی راه غلطی قدم میگذارن. نتیجه کلی این برنامه این هستش که شما با هر نظام فکری میتونید از یوگا سانگهیه استفاده بکنید، اما باید بدونید که یوگا سانگهیه در مسیر خودشناسی میتونه یک بخشی رو به شما کمک بکنه و به عنوان یک روش خودشناسی میتونید اون رو امتحان بکنید. خب دوستان، این برنامه هم به پایان رسید. امیدوارم که از اطلاعاتی که در این برنامه با شما به اشتراک گذاشتم استفاده بکنید، از یوگا هم استفاده بکنید در راه خودشناسی با توجه به اون مطالبی که گفتم و یک قدم به وجود واقعی خودتون نزدیکتر بشید. مثل همیشه ازتون میخوام که ما رو حمایت بکنید و از طریق کامنت سوالاتتون رو از ما بپرسید. کانال یوتیوب رو حتما دنبال بکنید و منتظر برنامه‌های بعدی ما باشید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.